19 سال زندانی برای قتل دختری که زنده بود به کانال ما خوش اومدین در تاریخ 26 می 2019 ملو رامیرز 19 سال در زندان به سر میبرد و به 43 سال حبس برای قتل فردی که گفته می شود زنده و خوب است محکوم شده است رامیرز به عنوان معلم موسیقی در مدرسه در ایالات مکزیک کار می کرد در 26 می 2000 او از کار بازگشته و سال سالگی پسرش را به همسر خود جشن گرفت اما ناگهان یک پلیس کماندو به خانهش حمله کرد و او را مورد زد و شتم قرار داد سپس او را بدون حکم نسگیر و به عقب یک ماشین بدون پلاک انداخت و به ایستگاه پلیس محلی منتقل کرد جایی که دستانش را با زنجیر فلزی آویزان با شوک الکتریکی شکنجه و متهم به قتل فردی کردند که او به سختی او را میشناخت مانوئل در آن زمان تنها 22 ساله بود مانوئل مارتینز قربانی مزنون را میشناخت زیرا او پیش از آن به آن کمک کرده بود چرا که خانواده چیزی برای خوردن به عنوان غذا نداشتند اما او تا به حال هیچ بحث و دلیلی برای کشن نداشت مانوئل ادعا میکند که پدر الیزالت وعده 150 هزار دلاری به ماموران داده تا او را دستگیر کنند و در این طرح بیرحمانه شرکت کنند او بعدا فهمیده که خانواده مانوئل مارتینز بعد از مرگش ادعای بیمه عمر یک میلیون یورویی کرده است اما فرض میکردن قربانی قتل هرگز نمرده است در واقع او و همسرش ادعا میکنند که واقعیت را میدانند که الیزالت به ایالات متحده رفته تا جرای پلاستیک برای تغییر ظاهرش را انجام دهد او از آن زمان بعد با نام دیگری در آنجا زندگی می کند اما به طور منظم پدرش را در ویلایی که با پول بیمه عمر ساخته بازدید می کند در 19 سال گذشته منول و همسرش نامهای به همه قضات دادگستری رؤسای دادگاه و فرمانداران در مکزیک ارسال کردند اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردند در سال 2015 حتی رئیس جمهور هم تقاضای تحقیق درباره نقص آشکار در پرونده او را داشت اما فایده ای نداشت پس از اتمام گزینای حقوقی در مکزیک پرونده امانوئل به دادگاه بین المللی آمریکای حقوق بشر رسید که پرونده ای او را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند. پس از بررسی دادگاه توصیه کرد که او را آزاد کند. علاوه بر آزادی قربانی، باید به افرادی که در این پرونده جنایی شرکت داشتند و همچنین افسرانی که او را به اعتراف مجبور کردند، مجازات‌هایی اعمال شود.